میخوام که برنامه رو در جهور و منوانی که در همینجا زیرش بیده اجابه بدیم و قرائت پیام دبیر کل سازمان ملل متحد رو در باره همین موضوع داشته باشیم. جناب آقای مقدم شروع میکنم. از آقای دکتر باوند هم تشکر میکنم از حضور پیدا کردن. سلام خدا، با عرض سلام و احترام حضور حضار محترم خانم و آقایان، پیشا پیش تشکر و سپاس خود و مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران را به جناب آقای دکتر زاکریان، جناب آقای دکتر باوند، جناب آقای دکتر محمدی عراقی، جناب آقای دکتر افشنگی، سرکار خانم دکتر رستمی، همچنین عزیزان دبیرخانه کمیته بین‌المللی حقوق بشر دوستانه جمعیت عدال احمد برای گرامیداشت روز بین‌المللی همبستگی با مردم فلسطین ابراز می‌نمایم. حال خرسندم متن پیام جناب آقای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت این روز را قرائت نمایم. متن پیام: 65 سال از زمان تصویب قطعنامه 181 مجمع عمومی ملل متحد می‌گذرد که هدف آن تقسیم سرزمین تحت بین‌الملل به دو کشور بود. از موعد دستیابی به راه حل دو کشور که هم اسرائیل و هم فلسطین به آن تعهد نموده‌اند زمان زیادی گذشته است. در سفر اخیر این جانب به خاورمیانه بعد از شدت گرفتن تنش بین غزه و اسرائیل و در قیاب راه حل دائمی برای درگیری‌ها، دوباره شاهد پیامدهای فاجعه‌آمیز به ویژه برای جمعیت غیرنظامی بودند. با تغییرات دائمی که به گونه‌ای سریع و عمیق در خاورمیانه روی می‌دهد، بیشتر از هر زمان جامعه بین‌المللی و طرفین باید تلاش‌هایشان به سوی صلح را شدت دهند. مفاد یک توافق به وضوح در قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد، اصول مادری شامل صلح در ازای زمین، نقشه راه، ابتکار صلح عربی 2002 و توافق‌های فعلی بین طرفین تدوین گردیده است. آنچه مورد نیاز است، اراده سیاسی و شهامت، همچنین حس مسئولیت تاریخی و تصویری برای نسل‌های جوان‌تر است. وضعیت مسائل نهایی را می‌توان فقط از راه مذاکرات مستقیم حل و فصل کرد. در این حال، اقدامات زیادی پیش رو برای ایجاد اوضاعی که بر اساس آن بتوان مذاکرات معنادار را دوباره آغاز نمود و ماندگاری راه حل ایجاد دو کشور را حفظ کرد. حفظ آتش‌بسی که هفته گذشته موجب خاتمه دادن به خشونت نابودکننده در غزه و جنوب اسرائیل شد، بسیار حیاتی است. نباید موشک از غزه پرتاب شود که این جانب بارها بر آن تاکید ورزیده‌اند. مسائل ناتمام از زمان تصویب قطعنامه 1860 شورای امنیت در ژانویه 2009 باید قاطعانه خاتمه یابد. پایان محاصره، جلوگیری از قاچاق غیرقانونی اسلحه و دستیابی به آشتی بین فلسطینیان. اتحادی فلسطینی که از مذاکرات برای راه حل دو کشور حمایت می‌نماید، برای ایجاد کشور فلسطین در غزه و کرانه باختری حیاتی است. مهم است که فلسطینی‌ها بر اساس تعهدات سازمان آزادی بخش فلسطین، موضع چهار کشور یا کوارتر و ابتکار صلح عربی بر اختلافات خود فایق آیند. به همان اندازه مهم است تا دستاوردهای قابل تحسین دولت خودگردان فلسطین برای ایجاد کشور در کرانه باختری و وابستگی ارضی مورد نیاز حفظ گردد. ادامه فعالیت‌های شهرک‌سازی در کرانه باختری شامل بیت المقدس شرقی مغایر قوانین بین‌المللی و نقشه راه است و باید متوقف شود. جامعه بین‌المللی اقدامات یک جانبه در محل را نخواهد پذیرفت. به جای تخریب و تصرف زمین، اجازه برای توسعه و برنامه‌ریزی مناسب در ناحیه سی یا ایریا سی ضروری است. اسرائیل همچنان به ساخت دیوار در سرزمین کرانه باختری ادامه می‌دهد که این امر مغایر با نقطه نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری است. همچنین این جانب نگران افزایش خشونت‌های شهرک‌نشینان هستند که موجب جراحات فلسطینیان و از بین رفتن اموال می‌شود. در میان این چالش‌های بسیار زیاد و برای تحقق آرزوی قانونی جهت داشتن یک کشور، فلسطینیان تصمیم گرفتند تا مقام کشور ناظر غیر عضو در مجمع عمومی را به دست آورند.
این موضوعی است که کشورهای عضو باید در مورد آن تصمیم بگیرند. برای همه مهم است که به گونه‌ای مسئولانه و سازنده نسبت به این امر برخورد نمایند. هدفی که باقی میماند به رسمیت شناختن صلح پایدار برای نسل‌های فلسطینی و اسرائیلی است. صلحی که به اشغالی که از 1967 آغاز شد پایان می‌دهد. موجب خاتمه درگیری‌ها می‌شود و تضمین می‌نماید که کشور مستقل و قابل زیست فلسطین در کنار کشور اسرائیل امن زندگی کند. این جانب از رهبران اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها می‌خواهم تا بصیرت و عزم نشان دهند. همچنین این جانب جامعه بین‌المللی را تبریک می‌نمایم تا به آنان کمک نمایند تا راه سیاسی قابل قبولی ارائه دهند که آمال قانونی هر دو طرف را شامل شود. تعهد می‌نمایم هر آنچه که در توان دارم برای حمایت از این هدف به کار می‌گیرم. در این روز بین‌المللی این جانب بر روی همه آنانی که درگیر این مسئله هستند حساب می‌کنند تا با همکاری یکدیگر همبستگی را به اقدام مثبت برای صلح تبدیل نمایند. تشکر می‌کنم از بحث تبدیل.